به نام خدا. سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه. خوش آمدین به یک دیگر از گزارش های هراتگردی با سلیم مقیمی. امروز میخواییم از ساحه دوسرکه ولایت بهتر بشینیم و عمود اختلاط کرده و قصه کرده بریم به طرف شهر نو. این مسیر طی کنیم و مسیر برای شما نشان بده. این گزارش تقدیم به هراتیان عزیزی که سالیان سال میشه از این شهر دوست داشتنی فاصله دارن و دور شدن، به ویژه عزیزایی که به تازگی وطن را ترک کردن که مطمئنم خیلی خیلی دل ناتنگ شده. پس اگر دوست داشتین گزارش را لطفا سابسکرایب کنیم، کامنت برای ما بگذاریم و گزارش را با دوستا خود شریک بسازیم. ما را همراهی کنیم. دوستای عزیز و ارجمند، بیننده های گرامی، از اینجا شروع میکنیم که دوسرکه ولایت در واقع برمیگرده به خود پارک ترقی و دو طرف پارک ترقی هرات که از زیباترین و مقبولترین سرک ها و خیابان های شهر هراته که در ایستای پارک ترقی، پارک تفریح ترقی موقعیت داره که در روزهای مختلف شهروندان هرات برای تفریح می آیند و همچنان در قسمت دوسرکه ولایت شورنخود فروشی ها، بولانی فروشی ها و خوراکی های خوشمزه به فروش می رسه که مردم می آیند به اینجی و عوضانه نوش جان می کنند. همینطور که می بینین سرک فراخ و بزرگیه و در این زمان سرک تمیز و پاکیه که روزهای جمعه مخصوصا موقع شام اینجی خیلی خیلی شلوغ میشه، ازدحام خیلی زیاد میشه. از گوشه و کنار شهر هرات شهروندا میایند به شورنخود خورده و در واقع به تفریح و سرگرمی به اینجی میایند و ضمن از او به دو طرف این دو سرکه استادیوم ورزشی ولایت هرات، میدانهای فوتبال و ورزش در واقع موقعیت داره که خوشبختانه به می چند سال گذشته تغییرات که آماده اکثر میدان‌ها چمن مصنوعی استفاده کردن، در اونها بازسازی شده که حتی از طرف شب هم جوان ها می آیند برای ورزش فوتبال و سرگرمی. این طرف هم خو استادیوم ورزشی هرات که از سالیان بسیار دور تا به می لحظه مسابقات ورزشی در این استادیوم برگزار میشه. چون صبح هست در تصویر میبینیم که نارنجی پوشان شهروالی هم مصروف پاککاری و تمیزکاری سرک ها و خیابان ها هستند. خب نزدیک شدیم به خود مقام ولایت و تصویر میبینیم از مقام ولایت هرات در دوران امارت اسلامی. خب ولایت هم مجموعه هست از ادارات مختلف که در واقع روزانه صدها شهروند برای حل مشکلات خود به اینجا می آیند، عرایضی که دارن می آیند به مقام ولایت و مراجعه می کنند. ما مگر سریع تر از این سوال ترشیم بخاطر که ساحه امنیتی هم تقریبا میشه گفت هست و اینجی این قسمت سرک ولایت خیلی خیلی مقبوله، خیلی خیلی مقبوله که حتما دوستایی که به هرات به این چند سال آمدن با ما هم نظرن که بسیار زیبایه. یکی از کارهای ماندگاره یکی از شهردارهای هرات به نام آقای نیایش هست، عقب نشینی سرک ولایت که هرات رو واقعا متحول ساخت که کارهای ماندگاری که آقای نیایش انجام داد هیچ کس فراموش نمیکنه و واقعا شهر هرات یک شهر زیبا و به سمت معیاری شدن حرکت کرد در دوری از اونها، از جمله این دوسرکه که شما تماشا میکنیم و فعلا رسیدیم به کجا؟ به چهارراهی معارف. چهارراهی معارف شهر هرات که در این ساحه لیسه سلطان غیاث الدین غوری هم موقعیت داره و همچنان تا
تالار بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی در اینجا موقعیت داره که معمولاً در هرات مراسم هایی که برگزار میشه در این تالار برگزار میشه، مراسم های کلان در دوره قبلی هم، در حکومت قبلی هم وقتی مقام های ارشد از مرکز می اومدن برنامه های بزرگی به اینجی برگزار میشد، مثل پروژه تاپیک افتتاحی و به اونجی بود که دیگه به هر حال بیشتر هم میگی جوک بود اگنا و هیچ کار نشد. پروژه تاپی مثلا هرات چندین و چند روز از من ایراتی ها به یاد دارن که هرات را کلن تعطیل کردن، شروع کردن به اصطلاح به نقاشی کردن و به شعر سرودن و به شوهای کلان رسانه‌ای، ولی در عمل هیچ کار هیچ اتفاق نفتاد دیگه. خب نظام هم خواهی وحث شدک، مردم خیلی امیدوار بودم که پروژه تاپی شروع بشه برای هزاران نفر زمینه کار فراهم میشه که نشد. و همچنان در این مسیری که ما داریم میریم انستیتوت زراعت و ویترینری هم هست، لیسه افغان ترک هم هست و همچنان قنسولگری جمهوری اسلامی ایران هم در اینجا موقعیت داره که خب شهروندان افغانستان و یا شهروندان هرات بیشتر وقتی ویزا کار دارن یا سفر دارن به ایران میایم از اینجی بر خب ویزا میگیرن که دفتر و نمایندگی و در واقع به اینجی هست. و همینطور که پیشتر میریم باید عرض کنم که میرسیم به چهارراهی آمیریت که چهارراهی آمیریت هم خیلی خیلی مقبول شده در این وقتا و اینجا یک برج بزرگه به نام برج سادات که خیلی مقبول ساخته اینجیر با وجود این ناجوهایی که شما میبینیم و این نظمی که شما میبینیم به اینجی خیلی خوشاینده وقتی شما این تصویر را از چهارراهی آمیریت میبینیم. یک مشکلی که در هرات هیچ وقت حل نشد و دوری قبل هم حل نشد، فعلا هم خواستم کسی به قصیونیه همی زیگنال های ترافیکی یا چراغ های راهنمای ترافیک که یاد ماست ما وقتی که گزارشگر بودیم حداقل به هر ما یک بار از اینا گزارش می ساختیم که همینا رو بیایم جور کنیم، ولی ساخته نشده. و عرضگاهی که بی‌نظمی ترافیکی در هرات صورت میگیره فکر میکنم یکی از دلایل و همین مسئله که چراغ‌های راهنمای ترافیک یا سیگنال‌های ترافیکی فعال نیه و روشن نیه. خب ما داریم پیش میریم و از چهارراهی آمیریت هم عبور کردیم و تر شدیم و نزدیک میشیم به ریاست زراعت هرات، نزدیک میشیم به ریاست زراعت. و در ضمن در این ساحه دکانهای مبل و فرنیچر فروشی و تکت فروشی و زعفران فروشی هم در این ساحه چهارراهی آمیریت موقعیت داره و ای که این یکی از قصرهای تاریخی هست که در واقع گفته میشه یک زمان امان الله خان در اون طرف ریاست زراعت موقع داره، امان الله خان اقامتگاهی بوده وقتی به هرات میامده به اینجا اقامت داشته و در واقع چند روزه که به هرات بوده تا کار آخر انجام میداده و منجی ساکن بوده. خب از ریاست زراعت هم که جلوتر بریم و بیشتر بریم میرسیم به شفاخانه اوزوی هرات، شفاخانه اوزوی هرات که بزرگترین شفاخانه در غرب افغانستانه که معمولاً بیمارا و مریضا از ولایت‌های نیمروز و فرا و غور و بادغیس و خود هرات از ولسوالی‌ها و حتی از سایر ولایت افغانستان به اینجا میآیند و بسیار شلوغه. الحمدلله چندین بار ما سر زدیم در از وقتی که نظام عوض شده، خوشبختانه که آمار زخمی و کشته دگال خیلی خیلی کم شده، خیلی کم شده خوشبختانه، چون امنیت فعلا برقراره و جنگ نیه در کشور. همین که جنگ نیه یک خوشبختی خودی و ما قبلا شاهد بودیم که حالا روزانه حداقل 100 نفر از جوانان سرزمین ما خونشان ریخته میشد و کشته میشدن، ولی خوشبختانه حداقل فعلا جنگ نیه. امیدواریم که هیچ وقت دیگه به کشور ما جنگ نباشه و تمام مردم سرزمین ما با آرامش زندگی خور پیش ببرن. خب از ساحه شفاخانه که جلوتر آمادیم رسیدیم به زیارت خواجه علی موفق، زیارت خواجه علی موفق. خواجه علی موفق هم یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ هرات هست
و یکی از بزرگوارایی هست که در واقع مردم اعتقاد دارن هر از گاهی نظر و نیازی دارن به عیسی میآیند و دعای خیر میکنن و هتل نظری هم به اینجیه و روبروی خواجه علی موفق ریاست اطلاعات و فرهنگ هراته. و یک مشکلی که اینجا میشه پا بر جا مانده حضور متادین در قلب شهر و در مرکز شهر هرات، یعنی در مرکز شهر هرات متادین خیلی راحت مواد مخدر استفاده میکنن که امیدواریم توجه بشه و نمای شهر تا اندازه‌ای برهم زده و برهم ریخته. خب رسیدیم به چوک سینما که بازم این چوک هم طوری که میبینیم سیگنال های ترافیکی یا چراغ های راهنمای ترافیک خرابه و درست نیست و میبینیم بی‌نظمی دیگه، ما میتونیم رد شدیم دیگه، راهم از اون طرف میاین و خود از این خود به خود بی‌نظمی ترافیکی ایجاد میکنه که بر صورت انشالله که توجهی به این مسئله صورت بگیره، هزینه زیادی هم نداره، خیلی راحت میشه که اونار آماده بسازن. خب از چوک سینما که جلوتر بریم در این مسیر چوک سینما تا چوک گلا پارک فرهنگ موقعیت داره، پارک فرهنگی که بازسازی شد خوشبختانه، تقریبا یک پارک منظم و خوبی شده که سکتور خصوصی او آباد کرد و درست کرد. معمولا مردم به تفریح می آیند به اینجی، بیشتر مردم ولیسفالی ها و ولایت های حوزه غرب به اینجی به تفریح می آیند به جهت سرگرمی. و کتابخانه عامه هرات، کتابخانه عامه هرات هم به اینجا موقعیت داره و کتاب فروشی هم به اینجا موقعیت داره که معمولا دانش آموزا و دانشجویان برای مطالعه می آیند به اینجی و حالا کسایی که شاید دانشجو هم نباشند می آیند به اینجی مطالعه میکنن، کتاب میخونن. و این طرف هم خب هتل قدیمی موفقه که من یک روایت شنیدم که یک وقتی هم زایر به اینجی کنسرت برگزار میکرده و خیلی از استادای قدیم موسیقی افغانستان به اینجی کنسرت برگزار میکردن. این طرف هم خب هتل و در آشیه هتل موفق دکانهای موبایل فروشی موقعیت داره. خب رسیدیم به چوک گلها، چوک گلها دیگه از چوک های معروف افغانستانه دیگه، همگی آشناین با چوک، چوک بسیار زیبایی که در سالهای اخیر ساخته شد. البته در مورد خود نمای چوک خیلی بحث شده، اون وقت در فضای مجازی خیلی ها گفتن که در شأن هرات بزرگ نبوده این چوک، باید با معماری سنتی و با اما الگوهای معماری سنتی خود هرات ساخته میشد چوک که نشد. خب به هر صورت همی که آباد شد بازم خوب بود. و ای که از چوک گلا که رد بشیم دیگه، چوک گلا خیلی حرف برای گفتن داره چون اینجی مرکز شهر هرات، مراکز تجارتی، دکانها، طلافروشیها، فیم سوپرمارکت که لوازم تکنولوژی رو به فروش میرسانند و همچنان موبایل فروشیها، دکانهای خیلی زیادی در این ساحه موقعیت داره که در واقع بسیار شلوغ میشه موقع شام یا صبح که مردم سر کارو بار میرن، این سرک بسیار شلوغ میشه. و این سرک هم خب ماشاءالله میبینیم سرک بزرگیه که یکی از جاهای دیدنی هراته، جاهای دیدنی و دوست داشتنی شهر هراته که در واقع جای خوشاینده. وقتی آدم از اینجی با موتر یا با موتور سایکل یا قدم زده میره است خوشاینده برای آدم دست میده. و در این گزارش و در این گزارش هرات گردی شما میبینیم که چی تغییراتی هم در واقع وارد شده به هرات. و بالاخره اونطور که در آغاز گزارش گفتم کم کم نزدیک میشیم به مقصد. مقصد ما کجا بود؟ مقصد ما چوک شهر نو بوده که این مسیر ماستون به شما نشون بدم، خدا کنه که حالا جذاب بوده باشه و لذت برده باشه. خیلی ممنون که با ما همراه بودین، خدا کنه که
کیف کرده باشیم از گزارش و خاطرات تازه شده باشه. تقدیم به شمایی که فرسنگا از این شهر دوست داشتنی فاصله دارن از ایراد جان. خدا کنه خوب و خوش باشین. حتما سابسکرایب کنیم اگه خوش شما اومده و چینل با دوستا خوش شریک بسازیم. کامنت یاد شما نره. وقت شما خوش. خدا نگهدار.